وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 تن از نیروهای حزب الله لبنان را لیست گذاری کرد. اتحادیه اروپا از رژیم ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. خبرگزاری رویترز: اروپا اولین گام برای مجازات رژیم ایران به خاطر نقض التزامات برجام را برداشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 3 تن از نیروهای حزب الله لبنان وابسته به رژیم ایران را لیست گذاری کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد آنها از مواضع خود برای تسهیل برنامه کار بدخواهانه حزب الله و انجام دستورات رژیم ایران استفاده می‌کردند. افراد تحریم شده، دو عضو پارلمان از اعضای حزب الشیطان به نام‌های امین شری و محمد حسن رد و یک مقام امنیتی حزب الله به اسم وفیق صفا هستند که به دلیل پشتیبانی از فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران مورد تحریم قرار گرفتند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه مصرانه از رژیم ایران خواست تا غنی‌سازی افزایش یافته خود که موجب نقض برجام می‌شود را به حال قبل برگرداند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی این اتحادیه به خبرنگاران گفت: ما به فراخوان مؤکد به رژیم ایران ادامه می‌دهیم تا دست به اقدامات بیشتر برای تضعیف برجام نزند و از این رژیم می‌خواهیم تا تمامی فعالیت‌هایی که ناهمخوان با برجام است را متوقف ساخته و برگرداند. خبرگزاری رویترز گزارش داد قدرت‌های اروپا اولین گام را روز سه‌شنبه در جهت مجازات رژیم ایران به خاطر نقض برجام برداشتند و ماشه مکانیزم حل و فصل موارد نقض برجام را چکاندند. وزیران خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان به علاوه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی اطلاعیه‌ای گفتند رژیم ایران فعالیت‌هایی را دنبال کرده که مغایر برجام بوده است. رویترز می‌گوید اتحادیه اروپا با ایجاد یک کمیسیون مشترک از امضا کنندگان برجام اولین گام طی یک پروسه که در برجام هم قید شده را برداشتند که ممکن است موجب بازگشت تحریم‌های بین‌المللی شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش کوتاهی که احتمالاً روز چهارشنبه 19 تیر در جلسه شورای حکام در وین ارائه شود اعلام کرد رژیم ایران درجه غنی‌سازی اورانیوم را در راکتور اتمی نتنز تا 5% بالا برده است. در این گزارش آمده است بازرسان آژانس تاکید کردند از راه دستگاه‌های اینترنتی ویژه نظارت بر غنی‌سازی و همچنین نمونه برداری از اورانیوم غنی شده در مورد غلظت اورانیوم غنی شده در ایران تحقیق کردند. نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد در واکنش به افزایش غنی‌سازی اورانیوم گفت اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. رژیم ایران حالا با تهدید علیه جامعه بین المللی چهره واقعی خود را نشان می دهد. غنی‌سازی اورانیوم همیشه ممنوع بوده است. اگر رژیم ایران به این کار ادامه بدهد، ما باید همه تحریم های چند جانبه که قبل از برجام بودند را از سر بگیریم. رژیم آخوندی سحرگاه روز سه‌شنبه یک زندانی را در زندان مهاباد به دار آویخت. وی که ویس علیپور نام داشت 4 سال پیش دستگیر شده بود. مردم و مغازه‌دارانی که شاهد تخریب وسایل یک مادر دستفروش و دستگیری وی توسط ماموران شهرداری آمل بودند با ماموران درگیر شدند. معترضان خشمگین ماموران را وادار کردند که پول تخم مرغ‌های شکسته شده ی این مادر محروم را بپردازند. پیرزنه بدبخت نیست، اینجا شیر میفروشه، هیچ چیز نداره تو زندگی. گرفتن اینو دارن میبرن، تخم مرغ‌هاشو دارن شکوندن. به گفته منابع محلی در آلبوکمال، سپاه پاسداران برخی خانه‌های متعلق به مردم را به بهانه ساختن حسینیه اشغال می‌کنند. آنها همچنین به مردم اجازه احداث یا بازسازی مساجد را نمی‌دهند.
نیروهای رژیم ایران فعالیت‌های افراد خیر را نیز به بهانه عدم کسب مجوز معلق کرده و مخالفان این اقدامات را نیز به عضویت در گروه تروریستی داعش متهم می‌کنند.